مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز با اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس در نیویورک ملاقات کرد. همکارم شهر آراسته در استودیو با ماست. خانم آراسته، چه اطلاعاتی از جزئیات این نشست دارید؟ دیدار مارک پومپیو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس کوتاه بود. هنوز بیانیه یا خبری در مورد این دیدار منتشر نشده، ولی آقای پومپیو در آغاز این جلسه به طور کوتاه به خبرنگاران گفت که در این دیدار در مورد مسائل منطقه‌ای و امنیتی منطقه‌ای و همینطور تحولات سوریه و همینطور مسائل ایران گفتگو خواهد کرد با اعضای این شورا. عادل جابر وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم دیروز در نیویورک در شورای روابط خارجی در نیویورک یک سخنرانی داشت که طی اون گفت که کشورش متعهد به یافتن یک راه حل سیاسی برای جنگ یمن و مجدداً حمایتش رو هم از نماینده سازمان ملل در یمن مارتین گریفیتس تاکید کرد. اضافه کرد آقای الجابر که زمانی که جنگ یمن خاتمه پیدا کنه، عربستان سعودی اون کشور رو بازسازی میکنه و بودجه تخصصی این کار رو هم که 10 میلیارد دلار بوده به 2 برابر یعنی 20 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. جیمز جفری نماینده ایالات متحده در سوریه هم دیروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مذاکرات دو جانبه با دکتر انور قرقش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی برای بررسی آخرین تحولات سوریه داشتند. پنجشنبه همچنین ایالات متحده و چندین کشور عربی و اروپایی از آقای استفان دمیتسورا نماینده ویژه سازمان ملل برای سوریه خواستند که کمیته‌ای برای پیشنویس قانون اساسی بعد از جنگ سوریه رو تشکیل بدن و تا آخر اکتبر هم گزارش پیشرفتی از این کمیته ارائه بشه. شهلا آراسته، ممنون از شما.